بریم یه سر بزنیم به فضای مجازی فوتبال کشورمون. خیلی اتفاقات هست. عبدالکریم حسن با انتشار یه استوری به خرید جدید تیم الوکره خوش آمد گفت و دیگه میدونید دیگه، عبدالکریم حسن هم جدایش قطعی شد و راهی الوکره در قطر خواهد شد. باشگاه استقلال خوزستان به دنبال جذب یک مهاجم آرژانتینی، حالا اون برم چون استقلال یا گوستاو بلانکو رو نمیخواد، شایعات حضور گوستاو بلانکو در استقلال خوزستان به گوش میرسه. یونس شاکری مذاکراتی رو با باشگاه شمس‌آذر قزوین داشته. تیزر رونمایی باشگاه گلگوهر از گوستاو باگنین، یعنی اگه میدونستن تراکتوریا که مهند علیشون قرار مینیسکش پاره بشه و حالا مصدوم بشه، عمرن اگه گوستاو واگنینشون رو از دست میدادن. مهره تاثیرگذاری، حالا امیدوارم به درخشه در سیرجان تیم گلگوهر. تصاویری از تمرین دیروز پرسپولیسیا رو شما در تصویر مشاهده میکنید. سپاهان هم تو دیداری تدارکاتی امروز به مصاف هاتای اسپورت ترکیه میره که نتیجه‌اش اعلام میکنم چون الان تموم نشده بازی. ساسان انصاری که گفته بود برای فصل آینده از فولاد جدا میشه، از دیروز به تمرینات این تیم اضافه شد. استوری جدید آلیشا در کنار گاریدو که تگم کردار خوان کارلوس گاریدو رو تگ کرده امید آلیشا. سپاهان هم با انتشار این ویدیو نوشته به زودی، سپاهان گفتم دیگه خیلی ستاره گرفته، حالا باید ببینیم جواب میدن این ستاره‌هاشون در این تیم یا نه. و تیمو بسن عملاً مهدی آذربایجانی مدیر عامل باشگاه و جوز رئیس مربی این تیم بسته شده واسه قهرمانی. در مورد بلانکو گفتم مبلغ قرارداد بلانکو با استقلال برای فصل جدید 850 هزار دلاره، اما بدون ضرر و زیان قابل فسخه. مدیر هلدینگ به نکونام پیشنهاد دادن آقا بلانکو رو بیا رد کن و با بودجه 1,200,000 دلاری دو مهاجم خارجی جدید یا یه مهاجم قهار و گلزن جذب کنیم که با مخالفت سرمربی مواجه شده. بدین ترتیب بودجه باشگاه برای جذب مهاجم خارجی جدید فقط حدود 400 هزار دلار خواهد بود. با این مبلغ هم بازیکن با کیفیت و تراز اول نمیاد به ایران. خیلیاتون گفته بودین باشگاه سپاهان چرا اصلا وحدت هنانوف رو جذب کرد. حالا واسه اونایی که نمیدونن بگم که هایجک کرده از تیم گلگوهر سپاهان وحدت هنانوف رو. با توجه به محرومیت سه مدافع مرکزی سپاهان برای بازی اول تو آسیا، مورایس باید در کنار حزباوی یه مدافع دیگه بذاره. به نظر میرسه مورایس به فکر جذب یه بازیکن چند پسته بود که بعد از اتمام محرومیت مدافعان از این بازیکن بتونه تو پستای دیگه هم استفاده کنه که بهترین گزینه رو تو وحدت هنانوف دید. قرارداد علی طاهران کاپیتان تیم چادرملو با این تیم تمدید شد. عرفان معصومی با امضای قراردادی به خیبر خرم‌آباد پیوست. خیبر هم با تیمی که الان در حال بستن اونه سودای سقوط رو انگار در سر میپرورونه. این بازیکنایی میگیرن که عجیبه. تصاویری از تمرین دیروز استقلالی‌ها رو میبینید. واکنش کوتاه گورگی گولسیانی به تمدید قرارداد با پرسپولیس که گفته فعلا ترجیح میدم تو این مورد سکوت کنم. علی شجاعی که هفته گذشته درخواست جدایی خودشو داده بود، دقایق پیش بعد از مذاکره با مدیر این باشگاه از جمع شاگردای گل محمدی جدا شد. حامد بهیرایی آفک سالهای اخیر فجر سپاسی، قشقایی، نساجی و سپاهان با عقد قراردادی به استقلال خوزستان ملحق شد. با اعلام دبیر ستاد آماده‌سازی ورزشگاه‌های لیگ برتر، استقلال و پرسپولیس تا پایان فصل تو ورزشگاه تختی میزبانی میکنن. با وجود اینکه گفته میشد استقلال و پرسپولیس تا زمان آماده شدن کامل ورزشگاه آزادی دیدارهای خونگی خودشون رو در تختی انجام میدن و چند هفته بیشتر تو این ورزشگاه میزبان نیستن، اما حالا به طور رسمی مشخص شده که دو تیم مطرح پایتخت تا پایان فصل تو این ورزشگاه بازی خودشون رو انجام میدن. فقط هم مثلا سر دربی و بازی مهم بازی تو ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. حامد طباطبایی مربی گلرهای چادرملو با این تیم تمدید کرد. ساکت الهامی سرمربی نساجی نام بازیکنایی که مد نظر این تیم برای فصل آتی نیستن در اختیار باشگاه گذاشت که بر اساس اون نام سعید بیگی، مرداد عبدی و محمد عباس‌زاده به چشم می‌خوره. محمد عباس‌زاده فکر کنم تکذیب شد، ولی این سه بازیکن با باشگاه قرارداد ندارن و باشگاه هم قرارداد اونا رو تمدید نخواهد کرد. استاد سعید مهری بازیکن مورد علاقه ریکاردو ساپینتو مصاحبه کرده و گفته که از چند تیم اروپایی پیشنهادهایی دارم، اما تو ایران فقط با دو تیم سپاهان و تراکتور مذاکره داشتم. وضعیتم بعد از مصونیتی که داشتم بهتر شده و برای فصل بعدی به زودی تصمیم گیری میکنم. نکته جالب توجه تو تمرین پرسپولیسیا و البته علی علیپور این بود که اون تنها بازیکنی بود که پیراهن شماره نداشت. علیپور در دوره قبلی حضور شماره 77 و 70 رو در اختیار داشت و با شماره 70 به آقای گلی رسید. حالا بعد ببینیم اون تو روزهای آینده چه لباسی رو برای خودش انتخاب میکنه. حسن اورونوف فصل
پیش شماره 70 رو میپوشید و ممکن علی پور تو این دوره شماره خاصری رو برگزینه. حالا با منتظر باشید، خیلی دیگه این عدد و 10 و 9 اینا ملاک نیست، مهم بازی کردن و آمادگی جسمانی تو زمین مسابقه کار در بیاری. با توجه به درخواست دراگان اسکوچیچ، تراکتور از ساعت 18:30 امروز یعنی برگزار شده حتما تو زمین شماره 1 مجموعه ورزشی باشگاه در یه دیدار تدارکاتی به مسابقه تیم آرمان فرهنگ تبریز میره. ایوب کلانتری با عقد قراردادی به نساجی مازندران پیوست. آها، یه خبرم اومده، من گفتم میدونستم با شنیدم من. برخلاف اخبار منتشره، محمد عباس زاده در لیست مازاد نساجی نیست و همراه تیم به اردوی ترکیه میره. توییت صفحه رسمی اینتر با تصویری از مهدی طارمی، یعنی بیشترم دلبری کرد مهدی طارمی بعد از اون دو گل و پاس گلی که داد مقابل لوگانو. حسین سنگر گیر با عقد قراردادی به نساجی مازندران پیوست. یعنی نمیدونی تو رادیو من اینا رو به چه بدبختی تلفظ میکنم. باشگاه نساجی هم در حال مذاکره با یه مهاجم برزیلی صابر هردانی، داداش ساله هم تو لیست مازاد نساجی یعنی تو لیست مازاد ساکت الهامی قرار گرفته. بالام رسمی باشگاه فولاد علی شجاعی از این تیم جدا شد. بودجه 950 میلیارد تومانی برای باشگاه سپاهان در نظر گرفته مجمع کارخونه فولاد مبارک سپاهان. حالا که میگم فقط صرف مربوط به سپاهان نمیشه، یعنی تیم هندبال دارن، تیم والیبال دارن، بانوان دارن و خلاصه که 325 میلیاردش فقط به فوتبال مربوط میشه. من که باورم نمیشه از این تعیین بودجه، ولی باشه قبول میکنیم. محمد طه طباطبایی وینگر جوان و ملی پوش فصل قبل سایپا با عقد قراردادی به خیبر پیوست. علی هلیچی مدافع استقلال خوزستان قرارداد خودشو با این باشگاه تمدید کرد. مراسم قرعه کشی لیگ یک باشگاه کشور برای فصل آینده احتمالاً تو یکی از روزهای 20 تا 23 مرداد ما برگزار میشه. مسابقات لیگ یک ده شهریور ماه و با حضور 18 تیم آغاز میشه. حضور مهدی هاشمی نسب مربی استقلال در فدراسیون فوتبال برای شرکت در جلسه کمیته اخلاق رو میبینید. امروز جلسه ای هم بین مدیرای استقلال، پرسپولیس، سپاهان و تراکتور با مدیرای فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ و نماینده سازمان بازرسی برگزار شد تا در مورد افزایش سقف بودجه تصمیم گیری بشه. مثل اینکه رضا درویش مخالفت کرده مدیر عامل پرسپولیس و تصویب شد که افزایش سقف بودجه باشگاه‌ها آقا جون منتفیه. حالا میذارم مصاحبهشو، الان بذارید مصاحبه رضا درویش رو با هم دیگه بشنویم. الان علی بیغم میاد یه چیزی به من میگه. باز آقا درویش بفرما. مطلبی که بیشتر مد نظر بود، یکی دو تا باشگاه دارن درخواست بالا بردن سقف قراردادها رو داشتن که خب باشگاه پرسپولیس بیشتر این آسیب رو میدید اگه بنا بود این سقف بالا بره، که خوشبختانه هم ریاست فدراسیون هم نواب رئیس با احقاق حق پرسپولیس موافقت کردن. چرا که ما گفتیم اگر بنا بود سقف قراردادها رو بالا ببرن قبل از شروع یارگیری تیما باید اعلام می شدن، که اگر مبلغش بالاتر می رفت ما می تونستیم با مبالغی که اضافه میشه همین 3-4 تا بازیکن و هر کدوم با 10 تومن 15 تومن درخواست داشتن که قراردادشون بره بالا و بمونن، چون ما سقف قرارداد رو باید اجابت می کردیم. از این جهت خب ناگزیر بودیم که نتونیم با اونا ادامه همکاری بدیم، که خوشبختانه با افزایش سقف قراردادها مخالفت شد و برای فصل جاری بناشون همون سقفی از قبل تعیین شده بود بذارن، ضمن اینکه اگر بنا باشه افزایش پیدا کنه، چون این برای 3 سال تعطیل شده، ولی گفتم برای شروع لیگ بعد میشه روش فکر کرد، تعطیل گرفت، هم فکر کرد. البته من به عنوان مخالف عرض کردم که به نظر من سقف قراردادها حتی اگه بیاد پایین بهتره، چون فوتبال ما در مقابل اعدادی که تو قراردادها هست روش پیدا نکرده. اگه همین امروز قراردادو بیارن رو 700 میلیارد بشه باشگاه، بازم یقیناً یه چیزی جایی که میان اضافه ترش کنم. چرا؟ چون بی حد و حصر قیمتو افزایش بده که دیگه فوتبال انقدر روش نکرده. شاهد مبین و روشنش شاهد این علیگی رو داشته تا پایان لیگ شاید به تعداد انگشتان یک دست بازیکن نخبه و مد نظر تو لیگ نباشه. خب ببین اقبال بازیکنای بالای 30 سال چقدر زیاده. خب این نشون دهنده این که اون بازیکن‌ها هنوز بهترین های ایران هستن. امیدواریم ارتقای کیفی بازیکن‌ها باشه نه ارتقای مبلغ قراردادا. اون وقتی که میتونه هم به فوتبال ملی ما کمک کنه هم به فوتبال باشگاهی. 100% اگر بناش یک حرکتی
مداوم مستمر و آهنگش خوب باشه، همه ارکان فوتبال باید دست به دست هم بدن. نه فدراسیون به تنهایی میتونه، نه لیگ، سازمان لیگ، نه باشگاه به تنهایی میتونن این بار رو بکشن. اگر بناس فوتبال خوب، لیگ خوب، تیم ملی خوب داشته باشیم، مستلزم اینه که همه ارکان فوتبال از جمله فدراسیون، سازمان لیگ، باشگاه بزرگ و کل فوتبال ایران با هم همفکری داشته باشن تا بتونیم ببینیم که تیمای بزرگ به نظر من اگه با هم تعامل داشته باشن شاید جلوی این قیمتای بی‌رویه که داره میره بالا هم بگیرن. ورود آرش رضاوند به فدراسیون برای شرکت در کمیته اخلاق به همراه کیانوش رحمتی و مهدی هاشمی نسب باید واسه پاره ای از توضیحات خودشونو به کمیته اخلاق میرسوندن که این کار رو انجام دادن. پوریا سرآبادانی کاپیتان شمس‌آذر به فولاد پیوست. محمد علی نژاد قرارداد خودشو با فولاد خوزستان تمدید کرد. علی نژاد فصل قبل به صورت قرضی برای فولاد به میدون میرفت. آقای فرشید سمیعی مدیر عامل محترم باشگاه استقلال بفرمایید. در خصوص باشگاه استقلال یک مشکلی هست که بودجه که قبلا اعلام شده خب عددش پایین بوده، بوده 348 میلیارد بوده. برای افزایش به اون مبلغ که مد نظر ما از این مدار فاصله زیاده، پیشنهادات ارائه دادیم که از طریق مصوبه مجمع و بعدا الحاقی بودجه ما به تبیین افزایش بدیم، به شرط اینکه در هیئت رئیسه تصویب بشه و سقف افزایش پیدا کنه که ما بتوانیم اون تشریفات قانونیش رو انجام بدیم. بعد از اونم از مرکز وی ای آر یا وی آر سنتر هم بازدید کردیم، مرکز که به همت آقای مهندس تاج آماده شده و امیدواریم که با تلاش دوستان از همون هفته نخستین ما بتونیم وی ای آر داشته باشیم. باز از زحمات فدراسیون و ریاستمون تشکر می‌کنم. قرارداد امیر نوری کاپیتان آلومینیوم با این تیم تمدید شد. آقای آذربایجانی مدیر عامل سپاهان، چون هوادار زیاد داره سپاهان تو کانالم، شما هم بفرمایید در حد یک دقیقه است. با دعوت ریاست محترم فدراسیون و هیئت رئیسه سازمان لیگ با حضور 4 تیمی که در مسابقات آسیایی شرکت دارن برگزار شد، خب اونجا مسائل متعددی مطرح شد از جمله موضوع سرپلی مالی و بحث شفافیت مالی، موارد و باعثی که دغدغه باشگاه هست و ما مسائل رو با ریاست محترم فدراسیون و سازمان لیگ مطرح کردیم و انشاءالله مقرر هست که این موارد بررسی بشه و زمینه حضور قدرتمند با شکوه تیم ها در مسابقات آسیایی هم فراهم بشه. و بعد هم اتاق وی ای آر رو بازدید داشتیم به همراه ریاست محترم فدراسیون که حقا و انصاف تلاشای خیلی خوبی صورت گرفته و به نظر میرسه با استقرار وی ای آر در لیگ برتر و فصل جدید ما بتونیم به راحتی از فوتبال لذت. تصاویری از مرکز آموزش وی ای آر با حضور مدیران عامل باشگاهی استقلال، پرسپولیس، سپاهان و تراکتور در تصویر میبینید. داورم حضور دارن دیگه، از امیر عرب براقی و وحید کاظمی بگیرید تا کپال ناظمی. آقای الیاسی رئیس هیئت مدیره تراکتور هم گفته که روی سقف قرارداد مشکلی نداریم و حتما رعایت میکنیم. یه دفاع چپی هم لینک شده به باشگاه پرسپولیس. ببینید آقای گاریدو سرمربی این تیم نام یه مدافع چپ اهل بولیویو به باشگاه ارائه داده تا نسبت به جذب اون اقدام بشه، یعنی لنگ دفاع چپ هم پرسپولیسیا. پیگیری رو مشخص کرد که مارسلو سوارز 22 ساله گزینه جدید سرمربی پرسپولیس، سنش خوبه. سوارز تنها سابقه بازی در فوتبال باشگاهی کشور خودش رو داره و 6 بازی ملی هم در کارنامش هست. ارزش این بازیکن در ترانسفر مارکت 800 هزار یوروه. حالا بعد ببینیم رضا درویش این بازیکن رو جذب میکنه یا نه. ببین اردوی سپاهان هم که میدونید دیگه در ترکیه در حال برگزاری، حالا تصاویرشو میذارم واسهتون ببینید. و این ریسکی ترین تابستون سپاهان، حالا شما دارین این تصاویر رو میبینید، من یه نکته بگم. ببینید اونچه تو این تابستون برای هواداری سپاهان در حال رقم خوردنه تا حدودی کم نظیر به نظر میرسه. اینکه اونا به جای انتشار پی در پی خبر جذب بازیکنای اسم و رسم دار، شنونده خبر کوچ و جدایی اونا هستن. البته که مدیر سپاهان امسال هم ورودی پر سر و صدا به بازار داشتن، اما در عین حال بازیکن نوعی مهمی از این تیم رفتن که شاید جای خالیشون به شدت حس بشه و کار دست طلایی پوشان بده. اگه جدایی شهریار مقانلو رو قطعی بدونیم و اون عضوی از تیم الاتحاد کلبا به شمار بیاریم، سپاهان آقای گل لیگ برتر رو از دست داده که خود این خسارت جبران ناپذیریه. اگرچه گفته میشه زرتا به شدت به دنبال جذب مهاجم خارجی مهم هستن و حتی اسم موسی مارگا هم تو این بین به گوش میخوره، اما فعلا سپاهان بهترین گلزن خودش رو از دست داده. بازیکن
زمانی که با فضای تیم آشنایی داشت و در اصفهان جواب داده بود. غیر از این، فرشاد احمدزاده هم به عنوان یکی از بازیکن‌های مورد علاقه ژوزه مورایس از اصفهان رفت و به پرسپولیس منتقل شد. از سوی دیگه گزارش‌ها حکایت از سرباز شدن امید نورافکن داره و این بازیکن چند پسته برای فصل بعد راهی ملوان میشه که شد. یکی از پست‌هایی که نورافکن میتونست در اون به میدون بره سمت چپ خط دفاعی بود. البته اصفهان تو این منطقه میلاد زکی پور رو هم از دست داد، بازیکنی که راهی استقلال شده. با این حال شاید بزرگترین ضایعه تابستونی برای هوادارا جدایی رامین رضاییان بوده باشه، یکی از مؤثرترین بازیکن‌های فصل قبل که گل میزد، پاس گل میداد، پشت کاشته‌ها و ضربات ایستگاهی میستاد، اما در نهایت اونم تقدیم استقلال شد. گفتیم که با وجود همه اینا مدیرای اصفهان عادت گرد و خاک کردن در بازار رو کنار نذاشتن. اونا تو همین تابستون هم دو هایجک خبرساز داشتن. جواد آقای پور رو از چنگ استقلال بیرون کشیدن و مهدی لیموچی رو از کف پرسپولیس. همین دیروز محمد رجاییان مدیر عامل آلومینیوم عراق گفته لیموچی اصرار داشت به پرسپولیس بره، اما ناگهان نظرش برگشت. روشنه که اصفهان امسالم خوب هزینه کرده، اما نکته اینجاست که این ستارهای جوان به جای اسامی بزرگ امتحان پس داده جذب شدن و در مورد اینکه آیا میتونن تو اصفهانم همون کاراییو داشته باشن تردیدهایی وجود داره. 1% اگه اونا جواب ندن و انتظارات رو برآورده نکنن، کار برای اصفهان سخت خواهد شد. در نهایت بین همه هراس‌ها این امیدم نزد گروهی از اصفهانیا وجود داره که میانگین سنی خریدهای جدید باشگاه بسیار پایینه و شاید نسل نو و تازه نفس شکل بگیره که تا سالها جواب بده. لیموچی که از آلومینیوم جذب شده فقط 24 سالشه. آقای پورم که از استقلال خوزستان اومده همینطور. ساله هردانی استقلال 25 سال داره. محمد مهدی محبی هم که از مصر رفسنجان منتقل شده 24 سال است و محمد امین حزباوی 21 سالشه. حالا یا استراتژی اصفهان برای فصل جدید شکست میخوره که تاوان زیادی به باشگاه تحمیل میشه، یا این ستاره‌های جوان جواب میدن و ایام به کام طلایی پوشان خواهد بود. همونطور که حتما به یاد دارید، دراگون اسکوچیچ در تیم ملی اعتقادی به رامین رضاییان نداشت و از این بازیکن دعوت نمیکرد. با این حال حتی غیبت رامین هم به حضور مستمر دانیال اسماعیلی فر در اردوها منجر نشد و دراگون صادق محرمی رو ترجیح میداد. اتفاق عجیب اما زمانی رخ داد که محرمی به خاطر مصدومیت بازی برگشت با کره جنوبی در روز 4 فروردین 1401 رو از دست داد. این همون مسابقه ای که تیم ملی با 2 شکست خورد، نمایش بدی داشت و عملا یکی از مهلک ترین ضربات رو به اسکوچیچ زد. با توجه به غیبت محرمی، مربی کروات تو اون اردو دانیال رو دعوت کرد، اما برای پست دفاع راست شجاع خلیلزاده رو انتخاب کرد. شجاع از قضا نمایش بدی نداشت و جلوی سون هیون مین رو سد کرده بود، اما اواسط نیمه دوم مصدوم شد و اینجا بود که اتفاق غریب تری رخ داد. اینکه اسکوچیچ عارف غلامی رو به جای اون به میدون فرستاد و بازم به اسماعیلی فر اعتماد نکرد. این تعویض در نهایت جواب نداد و سون یکی از 2 کره رو زد و بعد از بازی به شدت از اسکو انتقاد شد. اما به هر حال جالب، اسکوچیچ امروز بازیکنی رو در تراکتور در اختیار داره که تو تیم ملی 2 مدافع غیر تخصصی رو به اون ترجیح داد. برای اون حتی عارف غلامی در پست دفاع راست تو اولویت بالاتری نسبت به اسماعیلی فر قرار داشت. این روزا اسم علی قلی‌زاده زیاد در بازار فوتبال ایران تکرار میشه. بازیکن خوش تکنیکی که هدف چند تیم مطرح کشور از جمله پرسپولیس و تراکتور تو پنجره نقل و انتقالاتیه. اما با توجه به اینکه هنوز از مدت قراردادش با لخ پوزنان باقی مونده، خودش نمیتونه در مورد سرنوشتش تصمیم بگیره. خبرها از دندونگردی باشگاه لهستانی برای صدور رضایت‌نامه این بازیکن حکایت داره و خودش هم با اشاره به همین موضوع گفته فعلا به فوتبال ایران بر نمیگرده. از روند اداری ماجرا بی‌خبریم و نظری هم من حداقل نمیدم، اما دست کم از دیدگاه فنی حضور تو اروپا طی سالهای گذشته هیچ کمکی به قلی‌زاده نکرده و اون عملا گم شده. عمده دوران کار قلی‌زاده در لخ پوزنان با مصدومیت همراه شد و هیچ آورده فنی خاصی نداشت. اون تو قاسم پاشای ترکیه هم فقط 1 پاس گل به نام خودش ثبت کرد و آخرین دوران حضور مؤثرش تو زمین به بازی برای شارلروا برگرده. هرچند اونجا هم اواخر کار کیفیت قلی‌زاده افت کرده بود. فصل 2022-23 وینگر ایرانی تو همه جام‌ها 20 بازی برای تیم بلژیکی انجام داد که ماحصل اون فقط 1 گل و 1 پاس گل بود. آمار قلی‌زاده اما در فصول قبل از اون نسبتاً بهتر شده. به طور کلی با عملکرد و روندی که علی قلی داشته، بازگشت به لیگ برتر شاید حتی به سود
اون هم باشه. یه اتفاق بدی هم که تو تمرینات استقلال افتاده اینه که بازیکنای این تیم از شرایط مالی باشگاه حسابی دلخورن. از بازیکنای قدیمی استقلال بجز روزبه چشمی و مرداد محمدی هیچ کدوم از بازیکنها بابت مطالبات فصل گذشته دریافتی نداشتن و از جمع بازیکنای جدیدم فقط رامین رضاییان پیش پرداخت دریافت کرده و به سایرین وعده روزای آینده داده شده. این موضوع دلخوری شدید بازیکنها از مدیرای باشگاه استقلال در پی داشته و اونا این دلخوری رو به گوش باشگاه هم رسوندن تا تمرینات آبیا از همین روزای ابتدایی با چالش بزرگی همراه بشه. مهدی تاج هم صحبت کرده و گفته که باشگاه ما با خیال راحت به آسیا میرن. جد داریم مثل باشگاه تراک، باشگاه پرسپولیس، باشگاه استقلال و سپاهان. یا بالاخره ضمن این چالش یه باشگاه هم داخل کشور ولی نمایندگان ایرانن یه آسیا. جلسه 3-4 ساعته ما اینا داشتیم، هم توضیحاتشون رو دادن و توضیحاتشون رو گوش دادیم. یه موانعی بود مثل بازیکن خارجی، افزایش بازیکن خارجی، نوع 60% که ما 60% بازی‌ها رو تبدیل کردیم به 60% ورودشون به مسابقات. و یه کارایی 3-4 تا درخواست اینجوری داشتن که این درخواست ها موفقیت شد. برجت بر همه باشگاه‌ها اتفاق الان میافته و اینا بالاخره یه مقداری خاطر جمع تر میرن. سیاه درخواستایی هم داشتن. موضوع دو که بررسی میشه، موضوع دوم هم بحث آرامش ورزشگاه ها بود، لیدرها بود، سکوها بود، بلیت الکترونیک بود که دیگه مفصل بحث شد. حالا اگه بخواییم دونه دونه روش بگیم دو سه ساعت روش بحث کردیم که چگونه باید ما تلاش بکنیم که در آینده مجموعه مطمئنی رو داشته باشیم برای انجام مسابقات. بعد از اونم اتاق VAR رو بازدید کردیم که خب میدونید دارن همه آموزش میبینن. ما همین الان تیمایی بسیار مجربی داریم که آموزش لازم دادن و AFC اینا رو تایید کرده، فیفا هم تایید کرده، میتونیم VAR رو در واقع استفاده کنیم. رو دنبال دستگاه هاش هستیم، چند تا دستگاه هم ولی انشالله تا آغاز لیگ تموم خواهد شد. تصویری از محمد عباس‌زاده در تمرین امروز نساجی رو شما در تصویر مشاهده میکنید. ترکیب پرسپولیس هم تو بازی دوستانه امیررضا رفیعی تو دروازه است، فرشاد فرجی، سهیل صحرایی، مهدی احمدی، علیرضا عنایت‌زاده بیشتر از بازیکنهای جوونش بهره برده. محمد خدابندلو، سروش رفیعی، یاسین سلمانی، وحید امیری، مهدی عبدی و ابوالفضل بابایی. 10 سال پیش هم تو چنین روزی علی کریمی، اسطوره فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس از فوتبال خداحافظی کرد. لیزار مارکوویچ، فینگر اهل سربستان، از سوی برخی واسطه ها به باشگاه پرسپولیس معرفی شده. این بازیکن سابقه حضور در لیورپول، فولهام، بنفیکا و فنرباخچه رو در کارنامه داره. امانوئل ایمانیشیموه، مدافع چپ آفریقایی هست و این اسمشو بگی پیر میشه بابا، اصلا کیفیت نداره. در شرایطی که مسئولان مدعیان ورزشگاه آزادی شرایط برگزاری مسابقات فوتبال و میزبانی از تماشاگران رو نداره، قراره روز 4 مرداد ما یه مراسم غیر ورزشی با حضور 100 هزار نفری برگزار بشه. آره پیامکش واسه من اومد، گفت که دختره انقلاب برگزار میکنه اجتماع مردمی 100 هزار نفری دختران و دیگه حالا بله. خبرگزاری فوتبالی هم گفته که داستان از جایی شروع شد که آفک کایسری اسپور ترکیه تو گفتگوهای غیر رسمی اعلام کرد در صورتی که استقلال بتونه پول رضایت‌نامه اونو به باشگاه ترکیه ای پرداخت کنه، از بازگشت به لیگ برتر استقبال خواهد کرد. البته تا این لحظه به صورت رسمی از عدد رضایت‌نامه اون رونمایی نشده. اینم ادعای سردبیر ایسنا به نقل از منبع موثق تو باشگاه پرسپولیس رضا درویش به سید حسین حسینی. ببینیم با هم دیگه یک دقیقه است. 4 تا 5 تا گلر تو خط دروازه استقلال حضور دارن. به خاطر همینه که یه شایعه هم پیش اومده در مورد من شنیدم. البته اینم بگیم که از منابعی تو باشگاه پرسپولیس، من با اون خبرنگار پرسپولیس شنیدم که پرسپولیس مثلا به سید حسین حسینی هم پیشنهاد داده. حتی شنیدم که یک دو تا بازیکن‌های پرسپولیس هم در ادامه مذاکراتی که حالا شاید شفاهی بوده از سوی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس با سید حسین حسینی انجام شده، یک دو تا بازیکن‌های پرسپولیس هم تماس گرفتن و باش گفتن آقا بیا پرسپولیس و اینا. اصلا فکر می‌کنی شدنی کاپیتال استقلال؟ البته اینو منم شنیدم، ولی به هر حال حسین حسینی کاپیتان استقلال از رده های پایه تو این تیم بوده و عقلانی به نظر نمیرسه که حالا کاپیتان استقلال بخواد بره تیم رقیب با توجه به اخلاقیات و خصوصیاتی هم که حسین حسینی داره. یکم بعید به نظر میرسه.
بله اینم جالب بود. باشگاه سپاهان در کلیپ جدید خودش خبر از رونمایی سه بازیکن جدید داد. گفته میشه این سه نفر حالا وحدت و حسین گودرزی که اومدن، اون سومی ابراهیم بایشه. سپهر خرمی هم خبرنگار نزدیک به باشگاه پرسپولیس گفته که علی قلی‌زاده شخصا در حال پیگیریه تا رضایت نامش برای پرسپولیس صادر بشه. اون امروز با مدیرای لخپوزنان جلسه داشته تا به ایران برگرده و به پرسپولیس بپیونده. فرهیختگان هم گفته که پرسپولیس و تراکتور در حال رقابت برای جذب همزمان میلاد محمدی و علی قلی‌زاده هستن. اینم برترین گلزنای تاریخ باشگاه پرسپولیس که فرشاد پیوز 153 گل، علی پروین 95، سفر ایران پاک 74، علی علیپور 72 و حسین کلانی هم 71 گل به ثمر رسوندن. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. لایک و سابسکرایب رو بزنید. نظراتتون هم میخونم. دمتون هم گرم. فعلاً.